امینی، امروز موضوع بحث ما ادامه گفتگو بر سر هویت ملی است و هویت خواهی برخی از اقوام. آقای امینی این بحث رو ادامه میدهند امروز. آقای امینی درود بر شما. درود بر شما و بینندگان ارجمند تلویزیون اندیشه و سپاسگزار از شما که همواره این راه دراز از منزل رو به استودیو میایید و من متاسفانه مدت‌های زیادی است که در خدمت شما نتونستم باشم و کنار شما این برنامه رو اجرا کنم. و تصویر شما مثل خودتونه. خواهش می‌کنم. سپاسگزارم. بله. خب بفرمایید. می‌خواهیم گفتگومون رو ادامه بدهیم درباره هویت ملی در برابر هویت خواهی قومی، هویت خواهی های قومی. ما انتظار داشتیم که روند جهانی شدن گسترش پیدا کنه، رشد بکنه، ولی ناسیونالیسم های کوچک در گوشه و کنار جهان در حال رشده. آقای امینی، ارزیابی شما در این مورد چگونه است و خطر این گونه ناسیونالیسم ها رو چگونه میبینید؟ جناب مهری، ما اگر بخوایم به روند 100 سال گذشته جهان نگاه بکنیم، دو دوره بسیار جدا از هم و قابل تشخیص و تمیز از هم درباره ناسیونالیسم میتوانیم بیابیم. یکی دوره پس از جنگ جهانی اول تا پس از جنگ جهانی دوم، یعنی دوره از حدود 1920 میلادی تا نزدیک به 1960 میلادی، یه دوره 40 ساله در دنیا پس از دوره نخست، پس از پایان جنگ جهانی اول که به فروپاشی یکی از دیرپاترین امپراتوری های شرقی انجامید، یعنی امپراتوری عثمانی رو در هم پیچید و پرونده امپراتوری عثمانی رو بست، و دیگری جنگ جهانی دوم که به چیرگی یا کوشش برای چیرگی آلمان پایان داد و همزمان شد با ناتوان گشتن دو دولت، بر روی یکی دولت استعماری کهن بریتانیا و دیگری دولت استعماری بسیار کوچکتر مانند فرانسه، به تمام توانایی های این دولت ها پایان داد. دولت ایالات متحده آمریکا هم که در جنگ جهانی دوم نسبتاً سرفراز و بدون هیچ گونه ضربه‌ای بیرون آمده بود، حتی از نظر اقتصادی رشد کرده بود به دلیل جنگ، نیروی چیره بر جهان شده بود و در این چیرگی بر جهان روی هم رفته باید گفت که دولت ایالات متحده آمریکا پیشینه استعماری نداشت. مثلا جزیره هایی رو این بر اون بر در نزدیکی های ایالات متحده آمریکا گرفته بود، در فیلیپین هم دارای یک نفوذی بود، ولی یک دولت سنتی استعماری دوران 400 ساله استعمار به شمار نمی آمد. این است که ما با یک جنبش نیرومند استقلال خواهی و ناسیونالیسم در دنیا روبرو بودیم. از دل امپراتوری عثمانی بسیاری از کشورهایی که پیشتر در بالکان زیر نفوذ عثمانی و در جنگ با عثمانی و امپراتوری های پروس و اتریش و غیره زیر نفوذ اونها بودند، اینها استقلال یافتند و در بخش آسیایی هم بسیاری از کشورهایی که امروز میشناسیم، سوریه و عراق و کویت و اردن و غیره، و از جمله کشورهایی که نزدیک به بر روی نزدیک به دولت عثمانی بودند، همه اینها استقلال پیدا کردند و یک جنبشی هم شروع شد برای اینکه یهودیان بتوانند به سرزمین باستانی خودشون به اورشلیم بازگردند. جنب و جوشی هم شروع شد که شاید ارمنیان بتوانند کشوری پیدا کنند و کردها هم در سودای پیدایش کشوری بودند، دست یافتن به کشور بودند. و بیشتر اینها در واقع شکست خورد. تنها ارمنستان بود که در جریان همون دوره، در جریان جنگ جهانی اول، توانست یک نوع استقلالی رو پیدا بکنه، ولی بخشی از اتحاد جماهیر شوروی شد، یعنی یک
با واحد استانی ایالتی فدرال در داخل اتحاد جماهیر شوروی شد و دولت ارمنستان شکل گرفت، ولی دیگر دولت ها مانند فلسطین و کردها شکل نگرفتند. جنگ جهانی دوم این پدیده رو شتابان کرد. در جنگ جهانی دوم، پیامد جنگ جهانی دوم با فروپاشی امپراتوری کهن بریتانیا، رفته رفته بسیاری از کشورها استقلال یافتن و یک جنبش استقلال طلبانه و ناسیونالیستی در دنیا بالا گرفت که برجسته ترین نماد این جنبش ناسیونالیستی و استقلال خواهی در کشور ما جنبش ملی شدن صنعت نفت به رهبری زندیات محمد مصدق بود. اینها بخشی از این جنبش های ناسیونالیستی در دنیا بودند و اینها واکنشی بودند یا بازمانده ای بودند از دوران صنعتی، از در واقع می توان گفت پایان یا اوج دوران صنعتی. پس از اون بود که به نظر می آمد با گسترش نهادهای بین المللی، سازمان ملل، گسترش شرکت های چند ملیتی و به طور کلی ناتوان شدن مرزها میان کشورها و نقل و انتقال انسانها، کوچ انسانها از کشوری به کشور دیگر، شاید ما به دوران پایان ناسیونالیسم رسیده باشیم. این تصوری بود که دنیا می داشت، بسیاری از روشنفکران و نخبگان جهان می داشتن. و به ویژه با آغاز این جنبش جهانی، جهانی شدن، جنبش جهانی شدن و گلوبالیسم، تصور این بود که با ریختن دیوارهای اقتصادی و به ویژه پیدایش یا بستن پیمانهای بزرگ بازرگانی در دنیا و سرانجام پیدایش اروپای واحد از بیست و اندی کشور، یک رویای کهن در اروپا به شمار می آمد، دنیا دوران ناسیونالیسم به پایان خواهد رسید. در حالی که گلوبالیسم که شکستن مرزهای کشورها بود، بیشتر و بیشتر به گونه ای از ناسیونالیسمی که بیشتر جلوگیرنده از دخالت دیگران و مخالفت با مهاجرت ها باشه و یک نوع استقلال طلبی اقتصادی، به این دامن زد و ما امروز در دنیا با یک موج تازه ناسیونالیستی روبرو هستیم که این موج تازه ناسیونالیستی دارای جنبه های بسیار منفی است، از جمله اینکه در حال فروپاشاندن اتحادیه اروپا است. بریتانیا از اروپا جدا شد. در پاره از کشورهای جهان مانند ترکیه این موج ناسیونالیستی حتی از دوران اوج قدرت پانترکیست ها تواناتر شده. در کشورهای مانند مجارستان این جریان ناسیونالیستی به روی کار آمدن یک دولت بسیار خودکامه انجام میده. یکی از ویژگی های این ناسیونالیزم امروزی با تفاوتش با ناسیونالیزم در دوران پس از جنگ جهانی اول و دوم، در این دوره 40 ساله‌ای که بهش اشاره کردم، در این هست که در این ناسیونالیزم نو میدانی برای به قدرت رسیدن شخصیت های فوق العاده اتوکرات یا قدرت طلب به وجود آورده، مانند اردوغان در ترکیه، رهبر دولت مجارستان، آقای پوتین در روسیه که با همین شعارهای ناسیونالیستی اون پیشینه سوسیالیستی کمونیستی رو کنار نهاده و امروز بر بستر یک نوع ناسیونالیزم مهاجم روسی فعالیت میکنه، و سرانجام هم در همین ایالات متحده آمریکا به روی کار آمدن آقای ترامپ که یک برآمدی است از پیوند میان این گونه ناسیونالیزم افراطی با جریانهای دست راستی. البته ممکنه خود آقای ترامپ شخصا آدم دست راستی یا نجات پرست نباشه، ولی به نظر می آید که این نوع ناسیونالیزم و این نوع حرکت نجات پرستانه و برتری جویانه در آمریکا هم در حال رشد است و این ناسیونالیزم با اون ناسیونالیزم دوران جنگ جهانی اول و دوم که کوشش برای استقلال مستعمرات بود خیلی فرق داره. اون کوشش در بیشتر کشورهای امروز معروف به جهان سوم، در کشورهایی که زیر سلطه قدرت‌های استعماری یا دولت‌های بزرگ امپراتوری مانند عثمانی و بریتانیا و کشورهای دیگر بودند، پایره. الجزیره از فرانسه استقلال پیدا کرد. 3 کشور آفریقایی از پرتغال استقلال پیدا کردند و این موج استقلال طلبی در کشورهای جهان به جنبش‌های ناسیونالیستی و ملیگرایی مانند جنبش ملیگرایی در گواتمالا، در مکزیک، در ایران پا داد و میدان برای اونها باز کرد. این جنبش کنونی
پایگاه پوپولیستی داره، عوام فریبانه است و بیشتر گرایش به راست داره، گرایش به سوی جریانهای فوق‌العاده دست راستی، نمیگویم فاشیست، ولی تقریبا میتوان گفت دارای عناصری از گرایش های شبه فاشیستی در اون مشاهده میشه، که ما این رو در جریان اتریش، در فرانسه گروه خانم لوپن و همچنین در مجارستان گروهی که به روی کار آمده، در لهستان دولتی که بر سر کار آمده و در ایالات متحده آمریکا کاملا مشاهده میکنیم و در بریتانیا هم نیروهای دست راستی بودند که در واقع توانستند این بیرون آمدن بریتانیا را از اروپا، از اتحاد اروپا مورد پذیرش مردم قرار بدن. بنابراین ما با یک جنبش نیرومند ناسیونالیستی در کشورهای پیشرفته جهان به ویژه روبرو هستیم. آقای امینی، استقلال طلبی در واقع ناسیونالیسم شمرده میشه یا چی؟ ناسیونالیسم بی آزار چیه؟ استقلال طلبی یا ناسیونالیسم برای رهایی از بند دولت هایی که بر یک کشوری چیره بودند بسیار پدیده مثبتی در تاریخ بوده. پیدایش نزدیک 100 کشور در 70 سال گذشته دستاورد این جنبش ملیگرایی ناسیونالیستی و استقلال طلبانه است و بسیار هم مثبت بوده، اگرچه در درون خودش عناصر شاید منفی هم وجود می داشته، ولی این کوشش ایرانیان برای اینکه قدرت بریتانیا، قدرت کشورهای دیگر را در ایران کاهش بدهند و سرانجام در سالهای 1320 تا 1332 یک جنبش ملی شدن صنعت نفت رو به راه بیاندازن که سرانجام در 1329 به بار نشست و توانست با آرای قاطع، یعنی آرای همه نمایندگان مجلس و توشیح محمد رضا شاه، نفت رو در ایران ملی بگردانه و نخست وزیری دکتر محمد مصدق رو با برنامه اجرای ملی شدن صنعت نفت در ایران آغاز بکنه. اینها پدیده‌های بسیار مثبتی در جهان بوده. ناسیونالیسم کنونی ما رو به یاد جنبش ناسیونالیستی در آلمان برای بیرون آمدن از پیمان ورسای میاندازه، جنبشی که به جریان ناسیونالیستی نازی در آلمان انجامید و یا در جریان ناسیونالیستی موسولینی در ایتالیا انجامید. این نوع جریان‌های ناسیونالیستی جریان‌های مهاجم هست، جریان‌های ضد خارجی است. جنبش های استقلال طلب و ناسیونالیستی، مثلا جنبش ملی شدن صنعت نفت، دشمنی با بخشی از مردم نداشت، مخالفت با نفوذ بریتانیا می داشت در صنعت نفت ایران و هیچ دشمنی با مثلا مردمی که از جایهای مختلف به ایران کوچیده بودند نمی داشت، در حالی که جنبش کنونی ناسیونالیستی که در گوشه و کنار جهان بلند شده و از جمله نمونه های از اون رو در خود ایران هم ما می توانیم ببینیم که خیلی ضد عرب، ضد افغانی و جریان های از این دست داره در شکل میگیره و در ترکیه به ویژه افتاده به جان کردها، یا در مجارستان سخت ضد خارجی ها هست، در آلمان دولت خانم مرکل رو واداشت که اون پروژه دادن پناهندگی به خارجیان رو پس بگیره و اونها رو بخواد از آلمان بیرون بکنه. در فرانسه جریان دست راستی لوپن، که خانم لوپن که میراث از پدر خودش داره، که زمانی در حدود 7-8% اون موقعی شما در فرانسه زندگی میکردید 7-8% آرای مردم رو بیشتر نمیداشت، امروز نیرومندترین حزب سیاسی فرانسه است. این جریان خطرناک است. در خود ایالات متحده آمریکا هم پیروزی آقای ترامپ بر گرده چنین جنبشی بوده. شاید خود ترامپ نماینده چنین حرکتی به طور مستقیم نباشه، ما هنوز نمیدانیم، چون ایشان پیشینه سیاسی خیلی قوی ندارم، ولی به نظر می آید که نیروهایی در درون این جنبشی که آقای ترامپ رو به قدرت رساند، ریاست جمهوری رساند، از همین جریان ناسیونالیستی فوق‌العاده مهاجم و ضد خارجی بلند می شود و یک نوع گرفتاری بزرگی می تواند در سالهای آینده در برخورد میان کشورها به وجود بیاورد. آقای بعد از گفتگوهای هفته پیش ما درباره هویت‌خواهی‌های قومی و ملی، پرسش‌هایی از سوی هم میهنانمون بینندگان تلویزیون رسیده
که جوهره همه آنها این است که هویت ایرانی از چه زمان پدیدار شده و مراد از این هویت ایرانی چیست؟ چه تعریفی داره؟ ببینید، هویت ایرانی یک هویت کهن هست و در درازای تاریخ دستخوش دگرگونی های زیادی شده. اصولا ما باید یک تفاوت بنیادین میان کشورهایی که دارای پیشینه و فرهنگ و تاریخ کهن بودند با کشورهای نسبتا نوبنیاد، کشورهایی که در دوران مدرنیته شکل گرفتن، قائل باشیم. در دوران مدرنیته پدیده یه هویت ملی در بستر دنیای مدرن توضیح داده شد. ما پیشینه تاریخی کهنی از ناسیونالیسم فرانسه یا هویت ملی فرانسه نداریم. این هویت ملی فرانسه در دوران مدرن رفته رفته به دنیا آمد. پیشینه تاریخی فرانسه یک سرزمینی بود که اصلا تمدن پیشرفته‌ای در بخش‌های زیادی از اون وجود نمی‌داشت. ما در دوران مدرن هست که با جریان هویت خواهی ملی ژرمن ها، آلمان ها رو برو شدیم و تا پیش از شاید میانه سده 17 ما با یک جریان نیرومند احساس هویت ملی در میان آلمان ها یا ژرمن ها، قوم ژرمن رو برو نبودیم. در دوران پس از سده 17 هست، تدریج از سده 17 به این سوی هستش که در بیشتر کشورهای اروپایی احساس هویت، حالا اگر بخوایم نام اون رو قومی بگذاریم یا درست‌تر است که به زبان لاتین بگیم اتنیک، رفته رفته پدیدار شد و یکی از نخستین کشورهای مدرن جهان که دولت هلند باشد به عنوان یک کشور واحد اتنیک، مردم هلند با یک زبان واحد. منظورتون از اتنیک نژادیه؟ اتنیک نژاد نیست، اتنیک بیشتر جنبه قومی داره، یعنی جنبه نژاد. البته پدیده بسیار پیچیده است در بحثایی که امروز مطرح می شود. مثلا می گویند نژاد آریایی، خب این یک بحث نژادی است، یا نژاد سامی. البته خیلی از پژوهشگران این رشته امروز اصلا به چنین پدیده های نژادی نمی پردازند، ولی اتنیک بیشتر جنبه همبستگی های گروهی قومی فرهنگی به عنوان عنصر ملی داره. مانند مثلا ما میگوییم امروز در آمریکا ایتالیایی تباران باشنده آمریکا یا ایرانیان باشنده آمریکا، اینها از نظر اتنیک ایرانی هستند، از نظر تباری. به نظر من بهترین واژه فارسی برای اتنیک تبار هست. این از نظر تباری اینها ایرانی هستند، ولی امروز به عنوان شهروندان آمریکا شناخته میشوند. یا مثلا ترکمان تباران در ایران که از نقطه نظر اتنیک خیلی از اینها ترک و ترکمان هستند، ولی به هر روی بخشی از این فرهنگ و تاریخ ایران شدند و در هم آمیختن با مردم ایران. در دوران سده 17 و آغاز سده 18 یک بخشهای از اروپا دارای اتنیک های نسبتا خالصی بود، یعنی ژرمن ها با هم زندگی می کردن، یا خاندان ها و تبارهای ژرمن، یا خاندان ها و تبارهای بخش های دیگر، و اینها با کوشش رهبران سیاسی در واقع توانستن به عنوان یک کشور عرض اندام بکنن. ایتالیا تا هنگامی که گاریبالدی توانست یک جنبشی به راه بیندازد و این واحدهای مستقل رو در ایتالیا زیر یک پرچم واحد و زبان واحد گرد آورد، به راستی ما با یک مردمی به نام ایتالیایی ها روبرو نبودیم. یک تاریخ رومی بود و این تاریخ رومی اگرچه پیونده با ایتالیای امروز دارد، ولی به هر روی کهن‌تر از تاریخ ایتالیاست و پیوندهایی حتی بیرون از ایتالیا دارد. یا مردم فرانسه رفته رفته وارد گفتمان بر سر هویت ملی شدند و برای اینکه بتوانند به هویت ملی دست بیابند، حتی زبان فرانسه را که زبان بخشی از مردم فرانسه بود به زور بر مردم دیگر فرانسه تحمیل کردند و زبانهایی مانند زبانهای آلساس و دیگر بخش های فرانسه رو تقریبا از میان بردن. در مورد کشورهای کهنی مانند ایران یا چین ما با چنین پدیده روبرو نبودیم.
یعنی هویت ملی خیلی پیشتر از سده 17 هم شکل گرفته بود در این کشورها. ما در تاریخ ایران از دوری بسیار کهن با واژه ایران شهر یا ایران شهر روبرو هستیم. ایران که همون واژه ایرانی یا به یه مفهومی حتی آریایی است، دارای جنبه های قومی و سپس جنبه های مذهبی قومی داشت. در دوره ساسانی این ایران شهر یک سرزمین ایرانها همراه با یک آیین واحد زرتشتی شده بود. ما یک هویت کهن داریم. این هویت کهن پس از آمدن اسلام دستخوش دگرگونی هایی شد، ولی ایرانیان همچنان با پذیرش اسلام این هویت تاریخی خودشون رو حفظ میکردن و حتی میتوان گفت که اون رو وارد اسلام کردن. اسلامی که در ایران شکل گرفت اسلامی است آکنده از ارزش های کهن ایرانی، حتی برخی از باورهای زرتشتی. البته بسیاری از مسلمانان ممکن از این سخن من چندان خوشنود نباشند، ولی راستی این است که اسلامی که در ایران شکل گرفت و به ویژه شاخه شیعگری از ارزش های کهن ایرانی آکنده است، به اونها بسیار نزدیک است. حتی ارزش های ساختاری خسروانی و شاهنشاهی در ایران وارد ساختار اسلامی شد و دولت های اسلامی، دولت امویه، دولت عباسی، صورت پادشاهی شهریاری که سنت به هر حال فرمان روایی تاریخی ایران بود و در میان رومیان هم چنین چیزی وجود نمی داشت، از ایرانیان گرفتن. این مدل اداره کشور رو چه در ساختار کسانی که اداره کننده کشور بودن، دیوان سالاران کشور بودن، چه اون رو از ایرانیان گرفتن و چه ساختار شهریاری و پادشاهی رو، هم در دولت اموی و هم در دولت عباسی خلافت موروثی شد که به گونه یک پادشاهی است که از گذشته آمده. این هویت ایرانی یک هویت کهن بوده که سپس در دوران اسلامی به زندگی خودش ادامه داد و در دوران جنبش شعوبیه با زبان عرب و شعر عرب به جنگ عرب رفت و سرانجام هم در یکی از برجسته ترین آثار هویت ایرانی در قالب شاهنامه فردوسی تولدی تازه یافت و تاریخ حماسی ایران در قالب فردوسی که از دل خدای‌نامه های کهن آمده بود زنده شد و به این ترتیب ما دوران تاریخی تازه‌ای رو در ایران آغاز کردیم. این هویت دستخوش تغییراتی در دوران آمدن ترکان، ترکمانان و مغولان و تاتاران شد و سپس نخستین دولت سراسری ایران که خودش رو دولت سراسری ایران میدانست در دوران صفوی شکل گرفت با پرچم تشیع، با پرچم شیعیگری. بنابراین ما یک هویت در حال دگرگونی و پر از افت و خیز در درازای تاریخ داشتیم که هویتی است کهن. این هویت کهن در دوران مدرنیته با ارزش‌های مدرن در هم آمیخت و دولت ملت مدرن ایران رو به وجود آورد. ولی تفاوت بزرگ دولت ملت مدرن ایران با دولت ملت‌های مدرن اروپایی در این است که ما از یک پیشینه تاریخی بسیار کهنی این میراث تاریخی رو درون این هویت ملی آوردیم و این هویت ملی ما در ادب فارسی، در نوشته های تاریخی، در ساختار فرمان روایی، در نظام دیوان سالاری، در آنچه که گوهره فرهنگ ایرانی است نهادینه شده و این همچنان هم وجود داره، اگرچه دارای گرفتاری ها و چالش های تازه ای هم می باشد. آقای امینی، پرسش دیگری که مطرح شده این است که به رغم این سخن شما درباره ایران به عنوان یک کشور و ایران به عنوان یک ملت، تا پیش از دوران مشروطه و رضا شاه از ایران به عنوان ممالک محروسه یاد میشد و میپرسن که اشاره به این واژه ممالک آیا گواه بر چند ملیتی بودن ایران نبوده و آیا مراد از ممالک محروسه همان فدرالیسم نیست؟ گویا در اصل 90 متمم قانون اساسی مشروطه هم از ممالک محروسه نام برده شده یا یاد شده است.
ببینید، این یکی از فریب‌های سیاسی تازه یافته قوم‌گرایان در ایران است که این واژه یا این اصطلاح ممالک محروسه رو بیایند و به جای این بنشانند که ما یک کشور چند ملیتی به گفته اونها بودیم و این ممالک یعنی مملکت‌های متفاوتی در ایران وجود داشته که این مملکت‌ها زیر چتر یک پادشاه جمع شده و بنابراین ایران کشوری چند ملیتی است. نخست اینکه از نظر تاریخی اگر ما به 2500 3000 سال پیش بازگردیم، از زمان ماد و به ویژه هخامنشیان، ما با یک نظامی که یونانی ها با آن ساتراپی میگویند در تاریخ ایران روبرو بودیم. نظام ساتراپی یونانی شده نظام شطرپاون یا اشترپاون زبان کهن ایرانیان است، یعنی به یه معنا شهربانی یا ایالتگردانی، فرمانروایی های پادشاهی که اینها مرزبانان ایران بودند و در قبال داشتن حق پادشاهی محلی، این پادشاهان یا شاهان محلی یا این شطرپانان بر فرمانروایی شاه شاهان یا پادشاه اخامنشی و سپس پادشاهان دیگر، دو سلسله های دیگر، گردن میگذاشتند و به اونها خراج میدادند، خودشون رو بخشی از این سرزمین شاهنشاهی بزرگ ایران میشمردند و بیشتر این سرزمین های ساتراپی در حاشیه مرزهای امپراتوری بزرگ ایران بوده و اینها مرزبانان ایران به شمار می آمدند و فرمان روایان بخش های مختلف ایران بودند که یکی از اونها این نام آذربایجان از اون برخواسته، آتروپاکان یا آتروپایگان، حالا اجازه بدی که وارد تلفظ دقیق اون نشم، ولی این نام ها در واقع کهن بوده در تاریخ ایران و این پدیده در دوره پس از آمدن اسلام هم یک نوع حکومت های محلی رو به رسمیت شناختن و اینها زیر چتر خلیفه در واقع به یه معنا ممالک محروسه خلیفه بودند. محروسن در اینجا حراست شده است، پاسداری شده است. این واژه ممالک محروسه یک واژه بسیار ناروشن هست در تاریخ ایران. نخست اینکه هیچ پیوندی با به رسمیت شناختن اقوام نداره. ما الان اسنادی در دست داریم که واژه مملکت و ممالک رو گاه به جای یک دیگر می نشانه. در فرهنگ ایران حتی به یک روستا می گفتن مملکت، به یک شهر می گفتن مملکت، به یک بخش می گفتن ممالک. هنوزم می گن. هنوزم می گن بعد. و این یکی از جنبه های گنگ فرهنگ سیاسی ایران هست که این واژه ها تعریف نشده است. شما در تاریخ بیهقی هر دو رو پیدا می کنید، هم به چند پارچه آبادی مملکت یا ممالک میگه و هم به سرتاسر ایران مملکت میگه و در نتیجه روشن نیست که این مفاهیم چگونه شکل گرفته. اینها واژه‌ای بود که از زبان عربی وارد ایران شده، در حالی که واژه کشور که واژه فارسی است واژه بسیار روشنی بوده. از 700 سال پیش به این سوی ما در نوشتارهای تاریخی از واژه کشور ایران، ایران زمین که به جای ایران شهر نشسته بوده، اسناد زیادی در دست داریم که نشان میدهد که به این مجموعه سرزمین ایران شهر یا جایگاه ایرانیان، ایران زمین و ایران شهر میگفتند. در سرزمین زمانهای کهن‌تر ایران شهر و سرانجام هم ایران شهر و سرانجام هم ایران زمین که به عنوان کشور به کار گرفته میشده و این به ویژه در دوران میانه دوران مغولان، هنگامی که مغول‌ها روابط خودشون رو با اردوی زرین و خانبالیق بریدند و خود رو دولت پادشاهی مستقل ایرانی خواندند، از اون دوره به ویژه اوج گرفت و شاهان مغول خودشون رو شاه ایران زمین می‌خواندند. این در اسناد و نوشتارهای اون زمان و از جمله فرمان‌ها کاملا باز مانده به زبان فارسی. واژه ممالک محروسه به ویژه از دوران ترکمانان آقویونلو در ایران بسیار گسترش پیدا کرد، چرا که اونها دو اتحادیه رقیب ترکمان بودند
آقایونلو و قراقایونلو که بر سر چیرگی بر سرزمین ایران با یکدیگر در جنگ و گریز بودند. و آقای امینی چرا اسمشون گوسپندان سیاه و گوسپندان سفید بوده؟ اینها در واقع ببینید در فرهنگ ترکیک یک نوع وابستگی یا نشان پذیرش نشان نماد حیوانی خیلی خیلی رایج بوده و بیشتر بر پرچم هایی که مثلا مغولان هم طوایف مغول به ایران می آمدن بر پرچم های اونها نشانه های حیوان وجود داشته، خرس، گرگ، حیوان های مختلف، و این دو طایفه خودشون رو از هم جدا کردن به عنوان سیاه گوسفندان و سپید گوسفندان. نه اینکه یه عده از اونها گوسفندهای سیاه می پروروندن و دیگری گوسفندهای سفید، ولی چون خواستن خودشون رو از یکدیگر متمایز کنن، جدا کنن، این عنوان رو که عنوان نمادین اون زمان وجود می داشته، عنوانهای حیوانی رو که به عنوان نمونه های پرچم و حتی برای خودشون انتخاب می کردن، این رو برای خودشون برگزیدن. چون اینها با هم رقابت می داشتن، کوشش میان اونها بود که هر یک سرزمین مورد حراست خودش رو ممالک محروسه مثلا یعقوب خان بخواند، یعقوب آقویولو، یا ممالک محروسه اوزون حسن بخواند، یعنی ممالکی که از سوی این پادشاه مورد حراست است، مورد پاسداری است. واژه ممالک محروسه از این پس یک مفهوم تازه پیدا کرد. مفهوم تازه در واقع مملکت پاسداری شده بود یا ممالک پاسداری شده بود. هیچ پیوندی با اقوام نداشت، هیچ پیوندی با این نداشت که مثلا شیرازی ها فارس زبان بوده باشند یا کرمانشاهی ها فارس زبان بوده باشند. اینها مملکت های مختلفی بودند با امیران مختلف، با ملوک مختلف، که این پادشاه آقویونلو اینها رو ممالک محروسه خودشان میدانست. این وارد فرهنگ دوره صفوی هم شد و ما در کتاب هایی که از اون زمان برای ما باقی مانده میدانیم که بارها آمده است که پادشاه صفوی مثلا شاه عباس ممالک محروسه رو اداره میکنه. هیچ نشانی در دست نیست که در دوران شاه عباس ایران به واحدهای قومی تقسیم شده باشه. اصلا از آغاز دولت دوران صفوی گروه های قزلباش در سرتاسر ایران پراکنده شدن برای اداره بخش های مختلف ایران. اصلا دعوا قومی نبود به این معنا. اگر هم دعوای قومی وجود می داشت، دعوای خاندان های ترکمان تبار با یکدیگر یا در برابر غیر ترکمانان بود، مانند جنگ بزرگی که افشارها با تاجیک ها کردن، که البته جناب مهری اون زمان واژه تاجیک رو برای غیر ترک و عرب به کار می بردن، یعنی لور و کرد و فارس زبان رو تاجیک می خوندن در دوران صفوی. با این واژه تاجیکستان کاملا تفاوت داره، یعنی ایرانیان رو به معنا تاجیک می خوندن، همونجور که عرب ایرانیان رو عجم می خوندن. وقتی که ما به دوران قاجار رسیدیم، این به عنوان دولت ممالک محروسه ایران شناخته شد. به این معنا نیست که این دولت واحدهای مستقل از یکدیگر داشت، مملکت‌های جدا از هم نداشت. بسیاری از واحدهای ایالتی اصلا صورت قومی نمی داشتند و خب مثلا مملکت از این ممالک کرمان و شیراز و اصفهان و یزد و خراسان و چیزهای از این دست بود که اینها واحدهای قومی نبودند. ولی به هر روی اینها وارد فرهنگ ایران شد و رفته رفته در دوران پیش از مشروطه بود، با فرارسیدن ارزش‌های مدرن بود که واژه ممالک محروسه رفته رفته کمرنگ شد و پس از مشروطه هم از میان برداشته شد و در متمم قانون اساسی هم که به اون اشاره می‌شود برای ساختن انجمن‌های ایالتی و ولایتی است و پیوندی با اون بحث ایران کشوری چند قومی یا چند ملیتی ندارد. آخرین پرسش آقای امینی، بینندهی همیهنی از گردان میپرسند که آقای امینی که با این حرارت و قوت استدلال از هویت ملی ایرانی سخن میگویند، چرا نمیتوانند با هویت خواهی کردها و آرزوی کردها برای دستیابی به یک کشور موفق باشند؟ ببینید، من هیچ سر ستیزی با هویت خواهی
مردم کرد یا ترک یا هر گروه دیگری از مردمی که زبان مشترکی با هم دارند ندارم. سخن من بر این است که دوران ناسیونالیسم مثبت به پایان رسیده و حتی من با ناسیونالیسم ایرانی هم، با یک ناسیونالیسم کور ایرانی هم، پان ایرانیستی هم هیچ سر سازگاری ندارم. ما در دورانی که کشور ملت ها در حال شکل‌گیری بودند کشوری به نام ایران ساختیم که این کشور ایران که از دل جنبش مشروطه در واقع بیرون آمد، یا از پیش از جنبش مشروطه از دل دوران مدرنیته سربلند کرد و سرانجام در دوران مشروطه به یک کشور، یک ایران مدرن تبدیل شد یا رفته رفته به سوی مدرن شدن گام نهاد، ما در این دوران نشانی از این ستیزهای قومی نمی‌بینیم. یعنی در دوران جنبش مشروطه سخن از ناسیونالیسم فارس، ناسیونالیسم کرد، ترک، چیزهای از این دست نیست. جالب اینجاست که من بارها در این برنامه و در جاهای دیگر گفتم که اصلا ناسیونالیسم ایرانی با لهجه آذربایجانی قفقازی متولد شد و بیشتر پایه‌گذاران دولت مدرن در ایران و ناسیونالیسم ایرانی از آذربایجان و قفقاز بودند. این ناسیونالیسم ایرانی رفته رفته یک رنگ غیر قومی به خودش گرفت، غیر تباری به خودش گرفت و ایرانیان از هر تیر و تباری در ساختن دولت مدرن درگیر شدند، تا جایی که در ساختن ارتش مدرن ایران بیشتر امیران ارتش امیرانی بودند که زبان مادریشون فارسی نبود. در ساختن دولت مدرن ایران هیچ گونه اجحافی بر غیر فارس زبانان به وجود نمی آمد، از جنبه های ناسزاگویی فرهنگی بگذریم، ولی از نقطه نظر حقوقی قانونی ما هیچ نمونه چنین تجاوز های تبعیض‌گرایانه قومی رو ما در ایران به صورت حقوقی نداشتیم، مگر در دورهای بسیار کوتاهی که کوشش می شد از سخن گفتن مثلا کودکان ترک زبان در فاصله زنگ تفریح مدرسه جلوگیری بشود، کارهای ابلهانه ای که به جایی هم نرسید، یا تابلوی مدارس رو، تابلوی ببخشید مغازه ها رو اگر به ترکی بود جلوی اونها رو میگرفتن، زود گذر بود و به جایی هم نرسید. این پدیده ناسیونالیسم نو یک پدیده پر از گرفتاری است، این ناسیونالیسم قومی، چرا که در درون واحدهای ملی شکل گرفته ای که مردم منافعشون با هم در هم تنیده، منافع مردم آذربایجان و کردستان و بلوچستان و خراسان و شیراز و غیره، اینها منافع در هم تنیده ای دارن، اینها واحدهای چسبانده شده کنار یکدیگر نیستند، اینها به طور تاریخی با یکدیگر پیوندهایی داشتند و در هم آمیختن. حتی از نقطه نظر زندگی خانوادگی هم مردم ایران مردمی در هم آمیخته هستند. از نقطه نظر بازرگانی هم این نیست که مثلا بازرگانان تبریزی تنها با بازرگانان تبریزی کار میکنند، بلکه در سرتاسر ایران، بگذاریم از این واقعیت تاریخی که در بیشتر بخش‌های ایران بازار در دست آذربایجانی‌ها بوده، حتی در خوزستان و اصفهان و شیراز و جایهای از این دست هم، و هیچ واکنشی هم در این زمینه وجود نمی داشته. و اینکه امروز ما بخواهیم ملت سازی های نو بکنیم و کشورهایی رو که در کنار هم ماندن مردمشون اونها رو توانا میکنه، اینها رو از هم بکسلیم و جدا کنیم، اینها رو در واقع از هم پاره پاره کنیم، اینها خدمت و کمک به دولت های توانای جهان خواهد بود. یعنی در سوجوی کشورهای توانای جهان، کشورهایی مانند روسیه، ایالات متحده آمریکا، کشورهای اروپایی، هرچه واحدهای کشورهای دیگر کوچکتر و ناتوانتر بشوند به سود اونهاست. اگر ایران پاره پاره بشود و واحدهای کوچکتری تبدیل بشود به سود اونهاست، چون واحدهای کوچکتر رو بهتر کنترل خواهند کرد و با منافع سیاسی خودشون نزدیک خواهند کرد. سخن بر سر این نیست که ما در ایران با گرایش ها و علاقه های زبانی فرهنگی جداگانی روبرو نیستیم، ولی چرا نمیتواند این نوع علاقه ها، این نوع به هم پیوستگی ها در درون یک کشور بزرگ صورت تحقق پیدا بکنه و باید این واحدها را از هم جدا کرد. و گرفتاری در این است که اگر ما وارد چنین کارزاری در جهان بشویم، کارزار پیدایش چند صد کشور رو به دامن خواهیم زد،
و فاجعه در دنیا به وجود خواهد آمد. خب البته در دل یک اروپای متحد اگر فردا باسک از اسپانیا جدا بشود شاید تأثیری در سرنوشت اسپانیا نداشته باشد، ولی تصور کنید که این اروپای واحد وجود نداشته باشد و یک یک کشورهای اروپایی این واحدهای کهن قومی از یکدیگر جدا بشوند و به جان یکدیگر بیفتند. فراموش نکنیم فاجعه جنگ بالکان رو، یکی از تازه ترین جنگ های قومی در تاریخ بشر بود، و این جریان قومگرایی در ایران هم میتواند به چنین چیزی دامن بزند. بزرگترین زیان این ناسیونالیسم قومی در ایران جنگ میان مردم ترک زبان و کرد زبان خواهد بود. مردم خراسان کمتر درگیر این جریان خواهند شد، ولی بر سر پاره پاره کردن ارومیه و زنجان و نقده و سقز و سنندج و شهرهای دیگر میتوان گفت که مردمی که یا کسانی که برانگیخته میشوند که کرد تبار هستند یا ترک زبان میتوانند به جان هم بیفتند و فاجعه‌ای به وجود بیاید که در موسل اتفاق افتاد. در موسل پس از چیرگی کردها بر موسل، پیشمرگه ها به ویران کردن خانه های عرب ها پرداختند. این رو سازمان عفو بین‌المللی و ساختارهای حقوق بشری سازمان ملل گزارش دادند که در یک سال و نیم گذشته با یک برنامه‌ریزی بسیار از پیش تنظیم شده خانه های کسانی رو که کرد تبار نیستند ویران میکنند و اونها رو مجبور میکنند که از موسل کوچ کنند. و چه بسا که ببخشید کرکوک گفتم، موسل اشتباه کردم، کرکوک، و چه بسا در موسل هم چنین فاجعه‌ای روی بدهد و با چیرگی نیروهای دولتی بر موسل تقسیم بشود این موسل به بعد منطقه عرب نشین و کرد نشین و فاجعه در این زمینه به وجود بیاید. این نوع ناسیونالیسم در دوران جدید ناسیونالیسم مثبتی نیست، ناسیونالیسم بسیار بسیار خطرناکی است که هرگاه همیهنان بخواهند نمونه از اون رو دریابند سفری بکنند به قبرس و جزیره تقسیم شده قبرس رو نگاه بکنند که این جنگ خانگی و ناسیونالیستی میان یونانیان و ترکا چه بلایی بر سر مردم قبرس آورده. آقای امینی، این جنبش هویت خواهی در ایران در گذشته وجود نداشته یا اگر بوده محدود بوده، ولی الان به نظر می رسد که حرکت های رژیم، حرکت های نادانسته یا دیوانوار این رژیم چنین هویت هایی رو پدید آورده. من گمان نمی کنم تنها مسئله رفتار جمهوری اسلامی باشه. تردیدی در این نیست که کارهای تبعیض‌گرایانه جمهوری اسلامی در دامن زدن به این حرکت ها بسیار بسیار مؤثر بوده. ولی نگاه کنید به این واقعیت که دنیای نو، دنیای اینترنت دستیابی به آگاهی ها رو بسیار بسیار آسان کرده و رفته رفته مردم در صدای یافتن پیشینه خود، هویت خود هستند. این هویت خواهی ها تا اونجایی که بی آزار باشه و تنها برای نشان دادن پیشینه انسان ها به اونها یاری برسانه بسیار مثبت هست که ما دریابیم که از کجا آمدیم، به چه پیشینه ای وابستگی داریم. امروز حتی خدماتی وجود داره که میآیند و دی ان ای انسان ها رو امتحان میکنند و کسی که فکر میکرده تا امروز که ایتالیایی تبار هست میفهمن که تنها 23% ایتالیایی است و مثلا 40% از تیر و تبارهای دیگر است. و ما مردمی هستیم به ویژه در ایران سخت در هم آمیخته با این همه سالها جنگ و گریز و ستیز میان ایلات و عشایر و قبایل و مهاجمان از بیرون و داخل و غیره، چیز خالصی در ایران باقی نمانده و دو دقیقه وقت داریم، نباید هم باقی مانده باشه. ولی این دستیابی به این هویت هنگامی که تبدیل می شود به این که ما اول باید خودمان را با هویت قومی و زبانی تعریف بکنیم، در برابر اون روال پیشرفته تمدن بشری است. ما امروز حتی نباید خودمان را تنها ایرانی با همه هویت بسیار دراز ایرانی تنها به عنوان ایرانی معرفی بکنیم. ما بخشی از خانواده بزرگ جهانی هستیم. نزدیک به 4 میلیون ایرانی یا شاید هم بیشتر در کشورهای دیگر زندگی می کنند. شاید نیمی از این ایرانیان با شهروندان کشورهای دیگر از تیر و تبارهای دیگر ازدواج کردند و فرزندان اونها آمیخته ای از این پیشینه ها هستند. خود ایرانیان، آمدن افغان ها به ایران، کوچ برخی از عرب های عراق به ایران،
رفتن ایرانیان به کشورهای همسایه ما رو در جریان یک نوع آمیزش دائم قرار داده و این نوع هویت خواهی های تازه به جای اینکه ما رو متوجه ارزش های حقوق بشری بکنه به سوی پاکیزگی قومی، پاکیزگی زبانی سوق میدهد که ما باید بجوییم که حتما کرد بمانیم، حتما ایرانی بمانیم، حتما آلمانی بمانیم. اینها در دراز مدت برای جهان و برای انسان خطرناک است. هویت رو باید به عنوان یک پیشینه پر از افتخار و پر از شادی پذیرفت، ولی هویت نمیتواند، هویت قومی، هویت زبانی نمیتواند مهمترین عامل سربلندی انسان باشد. هویت فردی، هویت انسانی است، هویت حقوقی است که ارزشی است که باید جایگاه برتری در زندگی انسان ها داشته باشد. آقای امینی عزیز خسته نباشید. خیلی ممنون ازتون. تا هفته آینده ببینیم کجا خواهید بود. سپاسگزارم. شب و روزتون خوش.